معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری اعلام کرد در سال 2024 چشمانداز بشردوستانه تیره و تاریکی برای سوریه متصور است با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم مارتین گریفت، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری روز سهشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت انسانی در سوریه گفت در حال حاضر 16 میلیون و 700 هزار نفر در سوریه به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که این تعداد تقریبا سه چهارم از جمعیت سوریه و بیشترین تعداد افراد نیازمند از آغاز بحران است. وی در ادامه افسود گسترش درگیری ها در شمال سوریه و حملات اخیر در دمشق و هومس همچنان به تداوم تلفات غیرنظامیان نظامیان منجر شده است. گریفتس اضافه کرد در شمال شرق سوریه حملات اخیر از عواست ژانویه منجر به تعطیلی کامل صدها تأسیسات ضروری از جمله های آب، مراکز بهداشتی، مدارس، و سایر خدمات حیاتی شده است و بیش از یک میلیون نفر از شهرها تا روستاها به برق دسترسی ندارند. او با اشاره به زمین لرزه های 6 فوریه 2023 در ترکیه و سوریه به عنوان شدیدترین زلزله در قرن اخیر گفت که در سوریه جایی که در آستانه رسیدن به مرز 13 سال جنگ و درگیری است واضح است که با وقوع این فاجعه بر مشکلات مردم این کشور افزوده شده و همچنان باید به پیامدهای انسانی طولانی مدت زلزله رسیدگی شود. معاون دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت کاهش دسترسی به برق، آب و سوخت، ناامنی غذایی و سوء تغذیه را به ویژه در میان اعضای آسیب پذیر جامعه مانند کودکان و زنان باردار و شیرده تسریع کرده است. او همچنین تصریح کرد برخی از مشکلات فراروی امداد رسانی های بشر دوستانه از جمله حوادث امنیتی روزانه توانایی فعالان و سازمان های امدادی بشری را برای ارائه ایمن کمک های ضروری و مستقیم به افراد آسیب دیده محدود کرده است. گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز از دولت سوریه و گروه های مخالف آن خواست برای از سرگیری مذاکرات بازنگری قانون اساسی این کشور اواخر آوریل در سوئیس گرده هم گفتنی است که سوریه از سال 2011 که حکومت بشار اسد اعتراضات دموکراسی خواهانه مردم این کشور را سرکوب کرد درگیر یک جنگ داخلی خونین شده است ظهور گروه سنی های تندروی داعش و برخی گروه های تندروی سنی دیگر نیز پس از آن از جمله مصیبت هایی بوده که مردم این کشور را درگیر نزاهای خونین پی در پی نموده است. بر اساس برآوردهای های سازمان ملل طی این سالها صدها هزار نفر کشته و بیش از ده میلیون نفر آواره شدند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه